أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقني بالإسلام ووفقني بالصوم رمضان. بندگان تلویزیون جهانی امید بستشار، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. امروز سه شنبه تاریخ 27 اپریل 2021 28 برنامه شریعت را تحت عنوان تقوا در مفاهیم قرآنی خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم. تقوا یک نیروی بازدارنده درونی است که در وجود انسان به وجود می آید و او را در برابر ارتکاب کارهای خلاف حفظ می کند. یکی از موضوعات مهمی که قرآن کریم از آن بسیار سخن گفته است مسئله تقوا است. تقوا در لغت به معنای صیانت و نگهداری استفاده می گردد. علمای کرام در مورد تقوا صحبت های زیادی نموده است، ولی بنده میخوام که کلمه تقوا را که در متن قرآن از آن اسم برده شده است خدمت شما عزیزان تقدیم نمایم. اول، خداوند جل جلاله تقوا را در چندین سیاق به کار برده است. اولین، خشتنداری، دوری یا اجتناب از گناهان است که خداوند جل جلاله میفرماید ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، یعنی قرآن هدایت است برای متقیان. متقیان معنایش کسانی هستند که اینها از گناهان اجتناب میکنند و از گناهان دوری میکنند. دوم، تشخیص و جداسازی حق از باطل. چنانچه خداوند جل جلاله میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، ای مؤمنان اگر تقوا پیشه کنید خداوند برایتان قدرت تشخیص و جداسازی حق از باطل را قرار میدهد و شما را به این صلاح مجهز میسازد. موضوع سوم، موضوع صبوری یا شکیبایی است. خداوند جل جلاله در این زمینه می فرماید یا ایها الذین آمنوا صبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، ای کسانی که ایمان آورده اید شکیبا و صبور باشید و دیگران را به شکیبایی فرا خوانید و در جنگ های پایداری در جنگ ها پایداری کنید و از خداوند بترسید باشد که رستگار شوید. موضوع چهارم، موضوع مدارا و سازگاری با مشکلات است. چنانچه خداوند جل جلاله می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، یعنی در زمانی که مشکلات به وارد انسان و مصیبت ها و بلا و مبتلا می گردد، در او صورت انسان باید تقوا را فراموش نکند و به خداوند جل جلاله پناه ببرد، به خاطر اینکه تقوا وسیله است که خداوند جل جلاله امورهای مشکلات انسان را حل می سازد و او را میسور می سازد و او را یسر می سازد. به این معنا که مشکلات انسان حل می گردد، انسان باید در مقابل مشکلات پنجه نرم کند و او از طریق یا از مجرای تقوا صورت می گیرد. موضوع پنجم، موضوع خودداری از گناه است. یکی از خصایص تقوا این است که انسان در مقابل گناه و از گناه اجتناب بکنه و از گناه دوری بکنه و همچنان به گناه نزدیکی نکنه و این یکی از خصلت های یا خصایص تقوا است. انسان متقی اجگاه به گناه خود نزدیک نمی سازد. موضوع ششم، به یاد خدا بودن. زمانی که انسان متقی باشه همیشه در یاد خداوند جل جلاله می باشه و همچنان برعکس، چنانچه خداوند جل جلاله می فرمایه و ذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إجا مفهوم لمن اتقى براي كساي تقوى اختيار ميكونن إلى مفهوم ميكرين واتقوا الله شما تقوى بكنين خدا عز وجل له أمر بيكونن واعلموا أنكم إليه تحشرون وشما بدانين كي شما وخداوان رستگار استين وخداوان محشور بيشين و آخرت میرین و نزد خداوند بالاخره شما میرسید. به این خاطر شما تقوا کنین و از خدا بترسید. موضوع هفتم، موضوع مسخره نکردن دیگران است. به خاطر از اینکه خداوند جل جلاله رزق انسان را، عزت و ذلت انسان را خودش تعیین کرده. چنانچه خداوند جل جلاله میفرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. در این آیه شریف اصلا اتکا به این است که
خلاص نزد خداوند است و در اختیار خداوند جل جلاله قرار دارد. اگر کسی ایمان داشته باشه یا ایمان نداشته باشه به او رزق میده، یعنی گویا که حساب رزق به موضوع ایمان داشتن و غیر ایمان داشتن اتکا نداره، بلکه یک موضوع مستقل است و خداوند خودش اختیارمند است که به کسی رزق میده یا کسی نمیده. و در این موضوع خصوصا به این موضوع همه اشاره شده که در زمان صحابه کرام بسیاری از مشرکین زمانی که مسلمان ها غریب بودن یا مسکین بودن یا فقیر بودن، آنها اینها را مسخره میکردن، گویا قسم تلقی میکردن که اینا با وصف که ایمان هم دارن، با وصف که به خداوند جل جلاله هم عقیده دارن، ولی با وصف هم اینا مسکین یا فقیر هستن یا نادار هستن. و به می خاطر از خداوند جل جلاله به مسلمان ها امر بکنه که شما مسخره نکنین مثل که کفار یا مشرکین مؤمنان یا مسلمانان مسخره میکردن. و رزق از به دست خداوند است. موضوع هشتم رعایت حقوق دیگران است و در این آیت قرآن عزیز میشان خداوند لطف میکنه از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. اذا موضوع شهر حرام است که در این شهر حرام یا شهور حرام اعتدا کردن، تجاوز کردن، این حرام است و این خداوند حرام گشتانده. اگر در صورتی که دشمن در این ما بالای شما اعتدا میکنه، هجوم میکنه، حمله میکنه، شما به مقدر که اونا اعتدا کردن از خود دفاع بکنین و همزمان تجاوز نکنین و واتقوا الله و از خدا بترسین و علمو ان الله مع المتقین، و تحقیق که خداوند با متقیان است و متقیان دوست دارد. ای اشاره به این میرسانه که زمانی که جنگ صورت میگیره شما با مواندازه جنگ یا با مواندازه که آنها هجوم کرده از خود دفاع بکنین و اعتدا بکنین و همزمان از خدا بترسین و بیشک خداوند متقیار دوست دارد. موضوع نهم رعایت اخلاق دینی و اجتماعی است. چنانچه الله جل جلاله میفرماید یسالونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ترجمه یک قسم است که از حکمت هلال های ما از تو سوال میکنند، بگو برای آن است که مردم اوقات کارهای خیش و زمان حج را بشناسند. ای پیامبر با آنان بگو نیکی آن نیست که در حال احرام حج از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکی آن است که تقوا پیشه کنید و از درها و وارد خانه ها شوید، از خدا بترسید باشد که رستگار شوید. در اینجا مفهوم از امو وقت حج است یا اوقات حج است که شما در حج امو راهی که برای شما تعیین شده یا وقتی که برای شما معین شده از امو طریق به حج شما بیاید و خداوند شما را و هیچ هم تقوا اختیار بکنید و از خداوند بترسید و از راه های غیر مشروع شما نبیایید. موضوع دوم دوری از ربا است. ربا یکی از محرمات سبع موبقات است که بسیار در اون مورد حدیث طویل آمده و ای را حرام گشتانده و خداوند جل جلاله در آیات هم ای را لطف میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یا ایها الذین کسانی که آمنو شما ایمان دارین اتقوا الله، شما دوری کنین و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، شما ربا نخورین، از ربا استفاده نکنین و سود و ربا و رشوت از اینا شما استفاده نکنین. و ای امو علامت متقی است، یا انسانایی که دوری کنین، اینجا هدفشان دوری است، اتقوا الله، از خدا بترسین و از ربا دوری بکنین و به خداوند نزدیکی بکنین، به خاطر که عدم عمل به ربا یا دور کردن یا اجتناب از عمل ربا. موضوع 11 موضوع علم آموزوس. زمانی که انسان میخواه عالم شود در قدم اول باید تقوا انتخاب بکنه، به خاطر که خداوند جل جلاله میفرماید واتقوا الله ويعلمكم الله، شما تقوا کنین، از خدا بترسین و خداوند شما را عالم میسازد. این هم یک پیشرت برای آموختن علم است که انسان باید تقوا داشته باشه و از خداوند ترس داشته باشه. موضوع دوازدهم موضوع لباس است که قرآن زیبشان همچنان تقوا را لباس برای انسان، بهترین لباس برای انسان قرار داده است. و همچنان در موضوع سیزدهم
نتیجه تقوا چیست؟ نتیجه متقین چیست که خداوند جل جلاله می فرماید ان المتقین فی جنات النعیم، یعنی متقیان جنات النعیم نصیبشان است. خداوند جل جلاله متقیان جنات النعیم نصیب می کند. موضوع 14 وفاداری به عهد است. همچنان خداوند جل جلاله کلمه تقوا را در موضوع عهد نیز استفاده کرده نموده است، چنانچه خداوند جل جلاله می فرماید بلا من اوفا بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. آره، هر کسی که به عهد خود وفا کند و از خدا ترس داشته باشد و پریزگاری کند، همانا خدا پریزگاران را دوست می دارد. یعنی کلمه تقوا را در تمامی مفاهیم، در تمامی سیاقا استفاده کرده، یعنی در موضوعات اخلاقی، در موضوعات عهد، در موضوعات جنگ، در موضوعات روابط، در موضوعات عبادت و همچنان در دیگر موضوعات. موضوع 15 فرجام نیکو برای متقیان است، یعنی نهایت خوب، یعنی نهایت مثبت برای متقیان است، چنانچه خداوند جل جلاله می فرماید و علمو ان الله مع المتقین، شما بدانید که خداوند با متقیان است، یعنی متقیان دوست داره، با متقیان نزدیک است. موضوع 16 طاعت و عبادت متقیان قابل قبول است، چنانچه الله جل جلاله می فرماید انما يتقبل الله من يتقبل الله من المتقین، همانا خداوند اعمال نیک و صالح را تنها از کسانی که با تقوا هستند میپذیرد. به این معنا که در عبادت هم موضوع تقوا یک شرط اساسی است. زمانی که عبادت به شکل که خداوند امر کرده به او شکل ادا نشود، به او صورت او تقوا شمار یا به حساب نمیرد. زمانی که شما تقوا کردین و بدون شک که اعمال متقیان را خداوند قبول می‌دارد، و اعمال متقیان به این معنی است که همون شرایط و ضوابط و فرضیات و واجبات و محرمات باید در عبادت با مد نظر داشته باشه. موضوع 17 بهترین شما متقیترین شماست، چنانچه خداوند جل جلاله می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و موضوع 18 الله جل جلاله یاری می‌دهد تقوا کنندگان را، یا کسانی که تقوا را پیشه می‌کنند. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. این قصه بدر است که در قصه بدر یا در جنگ بدر قسمی بود که تعداد صحابه کرام بسیار اندک بودند و تجهیزاتشان هم بسیار ناچیز بود، ولی خداوند اینا را موفقیت نصیب کرد، یعنی در این جنگ اینا موفق شدند. و این خداوند جل جلاله قسم به اینا یادآور میشه که شما سپاسگزار باشید در حالی که شما ضعیف بودید، ولی خداوند شما را کمک کرد و شکرگزاری همین کمک کرده که خداوند کرده. این یکی از علامات تقوا است. موضوع دوم موضوع مراحل تقوا است که دارای سه مرحله می باشد. اولین مرحله، مرحله نگهداری نفس از عذاب جاودان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح یا حصول ممارست و حفظ عقاید درست است. زیرا وقتی که عقاید درست نباشد، عبادت نیز درست نمی باشد. صحت عقیده به شرط بنیادی برای قبول عبادات و طاعات به شمار می رود. موضوع دوم پرهیز از هر گونه گناه، هم از محرمات، شرکیات، مشتبهات، یعنی چیزهایی که در اون شک و شبهه وجود داره، فسق و فجور و تمامی افعال معصیت، یعنی دوری کردن از همچو تمامی افعال معصیت، یکی از جمله موضوعاتی است که این در مراحل تقوا. مرحله سوم پرهیز کردن، خیشتنداری کردن در برابر آنچه قلب انسان را مصروف یا مشغول می دارد. بعضی اوقات این تو میشه که یک مؤمن یا مسلمان بیشتر به دنیا یا به لوازم دنیا عشق می ورزه و بسیار در قلبش دنیا جای می گیره یا زندگی دنیوی جای می گیره. در اون صورت انسان طبیعتاً از تقوا منصرف میشه، دور میشه به طور ناخودآگاه، و جا گرفتن به شکل مفرد یا به شکل افراطی موضوعات دنیایی انسان از تقوا دور میسازه. در این صورت انسان متوجه باشه که به او شکل به دنیا یا به دار دنیا آنقدر دل بسته نکنه که او از تقوا دور باشه، و همیشه خداوند جل جلاله در قلب خود داشته باشه و در پهلویش موضوعات و ضرورت های دنیا را مد نظر داشته باشد. ولی مبدا و اساس قلبی انسان را ترس خدا
و دوری از گناه ها باید تشکیل بده و همزمان قریب به قریبی یا تقرب به الله تشکیل بده. موضوع سوم موضوع شاخصه ها و فروعات تقوا است. شاخه های تقوا است. تقوا دارای شاخه ها و شعبه های متعددی است که از آن میتوان به شاخه های مثلا تقوای مالی، تقوای اقتصادی، تقوای اجتماعی و تقوای سیاسی و تقوای اخلاقی و دیگر موضوعات آدم اینا محاسبه بکنه. و همچنان انسان با تقوا شخصی است که تقوا را در تمامی این جهت ها رعایت میکند. به این معنی که انسان متقی در صورتی که در اعمال سیاسی مصروف باشه یا چی در اعمال اجتماعی باشه یا مسئولیت مالی و اقتصادی داشته باشه، باید از خدا ترس کنه و همیشه ترس خدا را در ذهن خود داشته باشه و در اعمال خود داشته باشه. و انسان متقی یک از خصوصیت های انسان متقی است که در تمام جهت ها او را تقوا را رعایت میکنه و از خدا میترسه. موضوع چهارم موضوع آثار تقوا است. تقوا دارای چندین آثار است. اول انسان سازی، وقتی که انسان متقی باشه و تقوا را پیشه انتخاب بکنه یا اختیار بکنه، در اون صورت اما پروسه انسان سازی انسان تکمیل می باشه. خود انسان یک انسان تکمیل و مکمل می باشه و به خود تقوا انسان یک پروسه انسان سازی است که انسان را تکمیل می باشه. مسئولیت دوم موضوع مسئولیت پذیری است. زمانی که انسان متقی باشه، انسان مسئولیت پذیر هم می باشه، هم در مقابل افکار خود، هم در مقابل گفتار خود و هم در مقابل کردار خود. بنابراین انسان های متقی همیشه در مقابل لایحه وظایف و پیشبرد وظایف خود مسئولیت پذیر می باشد. مسئولیت گزیر نمی باشد، چون از خدا می ترسه، کارهای خود به صداقت پیش می برد. موضوع سوم موضوع آزادگی است. انسان متقی همیشه آزاد منش می باشد، آزاد فکر می باشد، آزاد عمل می باشد، پابند اصول و مقررات قوانینی که الله جل جلاله وضع کرده به مو قانون پابند می باشد یا با مو پابند مو قوانینی که برای او کار او گماشته شده یا لایحه وظایفی که او مسئولیت داره او را به شکل احسن پیش میبره و هیچگاه انسان آزاد چاپلوسی و به دیگران تسلیم نمیشه و به موضوعات غیر مشروع تسلیم نمیشه و این از علامت متقی است. موضوع چهارم رستگاری در آخرت است. بدون شک متقیان را خداوند جل جلاله در روز آخرت رستگار میسازه، موفق میسازه، سعادتمند میسازه، چون نتیجه زحماتش که در دنیا تقوا را انتخاب کرده در تمامی نواحی زندگی خود بنان خداوند در روز آخرت او را رستگاری و سعادت نصیب میکنه. و همچنان آمدن انبیا یا فرستادن انبیا از طرف خداوند جل جلاله به خاطر تقوا است که انسان ها تقوا را بیاموزند و اینها معلم هستند که بشریت را به تقوا راهنمایی بکنند. و همچنان در مسئله روزه خداوند جل جلاله میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه را برایش بر شما واجب کردیم تا روح تقوا در شما زیاد شود. این همچنان لعلکم تتقون به این موضوع اشاره میکنم. موضوع پنجم انواع تقوا است. تقوا در چندین نوع داره، اما نوع اول در کفتار است. خداوند جل جلاله میفرماید فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا. انسان با تقوا حرفی بی سند نمیزند و حرفی بی بهره نمیگوید و گواهی ناحق نمیدهد. آدم با تقوا با کسی سویزن هم ندارد و سویزن هم نمیکند. موضوع دوم موضوع تقوا در سیاست است. خداوند جل جلاله میفرماید یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. ای پیامبر تقوا داشته باش و پیروی کفار و منافقین نباش. در اینجا هدف همون کفار و منافقین است که اینها به مردم ضرر میرسانند، عهد شکنی میکنند، تجاوز میکنند، تعدا میکنند و بر مسلمین و غیر مسلمین اینا مضر هستند. هدفشان نیست، هدف نیست که تماماً و خصوصا در اینجا منافقین، چون منافقین یک درجه پایینتر یا پستر از کفار است، چنانچه خداوند جل جلاله میفرماید ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. منافقین به صورت عام و به صورت عموم است، ولی کفار در تحت یک شرایط است. وقتی که کفار تعدا کنه، تجاوز کنه و به شما ضرر برسانه، در درجه هدف وجود است. موضوع سوم تقوا در خانواده است.
انسان در امور خانوادگی نیز تقوا داشته باشد. چنانچه خداوند جل جلاله می فرماید امسک علیک زوجک فاتق الله. شما مرد یا زن با تقوا کسی است که در خانه همسرداری خوب کند، ظلم نمی کند و اگر ظلم را مرتکب شد عذرخواهی می کند. موضوع ششم، چگونه می توانیم با تقوا باشیم یا زندگی با تقوا داشته باشیم؟ انسان یا شش خصوصیتی دارد که او را می توانیم ما متقی بشماریم. اول، ایمان به غیب است، چنانچه خداوند جل جلاله می فرماید یؤمنون بالغیب، به ایمان به غیب دارد، به چیز به غیبیاتی که در قرآن عظیم شان و در احادیث ثبوت است به او غیب انسان عقیده و باور داشته می باشد. او را ندیده می باشد ولی غیبی می باشد، به غیب ایمان داشته می باشد. یک از علامات متقی یا خصوصیت های متقی است. خصوصیت دوم، اقامه نماز یا قیمون صلات، نماز را ادا می کنند یا نماز را برپا می کنند. علامت یا خصوصیت سوم، انفاق در راه خداست و مما رزقناهم ينفقون، اما از آن چیزی که رزق برشان داده شده او را انفاق می کنند، مصرف می کنند. خصوصیت چهارم، ایمان به قرآن است، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان دارند یا ایمان دارن با آن چیزی که نازل شده، یعنی عبارت از قرآن عظیم شان است، آیات قرآن عظیم شان است. موضوع ششم یا خصوصیت ششم، ایمان به کتاب های آسمانی پیامبران پیش از پیامبر اسلام است، چنانچه خداوند جل جلاله می فرماید و ما انزل من قبل که، اینجا اشاره به کتاب های آسمانی من قبل و صحیفه ها است که در قرآن عظیم شان به این اشاره شده. موضوع ششم یا خصوصیت ششم، یقین به روز جزا است و بالآخرت هم یقینون، در روز آخرت اینا یقین دارن و متوقن هستن که روز آخرت آمده نیست و در روز حساب آمده نیست. موضوع هفتم، ویژگی های شخص متقی. انسان متقی و انسان پرهیزگار چند خصوصیت یا هشت خصوصیت داشته می باشد. یکی از ویژگی ها یا شخص های انسان متقی تفکر می صاحب فکر می باشد، صاحب یک عقل قوی می باشد و همیشه خداوند را در فکر و ذکر خود و در تفکر خود داشته می باشد و در ذهن خود داشته می باشد. زمانی که انسان خداوند را در تفکر و در ذهن خود داشته باشد، طبیعتاً عقل و فکر انسان را مدیریت می کند، تمام اعمال انسان درست می باشد. دوم، شناخت خدا از جل جلال خدا، شناخت خداوند جل جلاله است. موضوع دوم، یک ویژگی های یک متقی است که خداوند را و تمام صفاتی که خداوند به او مناسبت داره یا خداوند جل جلاله او توصیف شده به او عقیده و باور داشته می باشه و خداوند به مواصفاتش که او شایستهش است او را میشناسد. موضوع سوم، شناخت دستورات خداوند کریم است، یعنی دستورات چیزهای یا موضوعاتی که عبارت از واجبات و عبارت از فرضیات و سنت ها و همچنان محرمات و چیزهای مکروهاتی که خداوند جل جلاله دستور داده در قرآن عظیم شان به او پابند می باشه، او را معرفت داشته می باشه، شناخت داشته می باشه. موضوع چهارم، عمل به دستورات خداوند جل جلاله است که به مو دستورات که قبلا این معرفت حاصل کرده به او عمل می کنه یا مبادرت می ورزه. این یک از علامات یا شاخص ها یا ویژگی های یک مؤمن متقی است. موضوع پنجم، استقامت در مسیر بندگی است، یعنی در مسیر بندگی انسان به مشکلات مواجه میشه، به ناداری، به فقر، به مسکین، به مریضی و به دیگر بسیار نارسایی های در دنیا آدم مبتلا میشه. در این صورت باید استقامت داشته باشد، یعنی از ایمانش کاسته نشود بلکه از ایمان و تقواش بیشتر شود و او موضوع یک موضوع ابتلا و موضوع آزمون باید پیش خود محاسبه بکنه و در مقابل مصیبت ها باید انسان متقی باید عقایدش محکمتر و قویتر باید شود. موضوع ششم، شرکت در محافل خیر و فلاح و آموزش است، به این معنا که انسان متقی همیشه در جایی که خیر باشه، سعادت باشه، در اوج موعظه حسنه باشه، در او آموزش امور باشه، اموری که به خیر نهفته است، این یکی از علامات یا از ویژگی های انسان متقی است. دیگر هفتم، موضوع متقی یا ویژگی متقی است که شیطان شناسی داشته باشد، به این معنا که شیطان و انسانهایی که مواصفات شیطانی داره از او دوری بکند، اونا را معرفت داشته باشد، از اونا دور باشد. موضوع هشتم، ویژگی هشتمی است که
تلاش و همت به خاطر رسیدن به منزل مقصود داشته باشند. به این معنا که منزل مقصود رضای خداوند جل جلاله هوست و به جنت رفتن است و خوشنودی پیامبر بزرگ اسلام است. به این خاطر همت به خرج بده، تلاش بکنه و سعی بکنه تا مو به منزل مقصود خود برساند و در مقابل مشکلات مقابله بکنه. موضوع نهم، عوامل تقوا. عواملی که تقوا بسیار عوامل دارد و یکی از عوامل تقوا ای است که وسعت رزق است. اگر انسان متقی بود، پرهیزگار بود، خداوند جل جلاله از امور غیب برش رزق و مهیا می سازد، یا امو زمینه وسعت رزق برش مهیا می سازد. درهای بسته ای که انسان فکر میکنه او درهای بسته است، خداوند او درها را برایش یا دروازه ها را برایش باز میکنه. چنانچه خداوند جل جلاله میفرماید: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یعنی خداوند جل جلاله برکات خود را از زمان و از آسمان و زمین برش باز میکنه. و یکی از علائم یا از عوامل تقواست که انسان متقی خداوند رزق برش غیبی میرسانه که اصلا او جای او فکر هم نمیکنه، ولی خداوند برش رزق میده. موضوع دوم، خیلی از آفتا و گرفتاری های به مؤمن یا به کسی که متقی است به او دست میده. و بنابراین وقتی که انسان به این قسم مشکلات مواجه بشه، بنابراین خداوند به مو حکمی را که خداوند کرده یا ابتلایی را که خداوند کرده به او انسان باید تسلیم باشه. موضوع دیگه یکی از آفات است که تمام مشکلاتی که به ما میرسه از نتیجه اعمال خود ما میباشه، نتیجه اعمال مسلمان امو شخص یا امو انسان یا مسلمان میباشه. چنانچه خداوند جل جلاله میفرماید: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. همانطوری که تقوا و برکت می آورد، عکس آن هم برکت زدایی می کند. به این معنی که کسی اگر تقوا نمی کند، این عدم تقوا دوری از خداوند سبب مصیبت می شه، چنانچه در آیت قرآن عظیم شان این به صراحت بیان شده. اگر انسان خیانت میکنه، دروغ یا قسم ناحق یا مال ناحق مردم رو میخوره یا ربا میکنه یا مال حرام استفاده میکنه، در اون صورت خداوند او را به مشکلات یا به عذاب مبتلا میسازه، چه در دنیا و چه در آخرت. و اون چیزی است که خود انسان او را کسبت ایدی خودش به دست خود اون کار کرده میباشد. همچنان بی تقوایی برکت را از بین میبرد. زمانی که انسان بی تقوا بود، همون برکت هم از بین میره. و خداوند جل جلاله این مورد یک آیت قرآن عظیم شان دیگر را فرموده که گویا خود انسان باعث بدبختی خود انسان میشه: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما خداوند جل جلاله میفرمه ما ایواز میشویم فضایی را که شما ایواز کردین. به این معنی که شما وقتی که نعمت های خداوند برتان میسر میباشد، صحتمندی داشته میباشد، وضعیتتان خوب میباشد، شما تقوا را انتخاب نمی کنید و در مسیر عدم تقوا قدم بر می دارین و به معصیت و گناه قدم بر می دارین. در او صورت این فضای تغییر خودتان به میان آوردین. به خاطر از اینکه خداوند جل جلاله در این آیت همین موضوع را به صراحت ذکر می کند. همین موضوع فعلا در افغانستان ما بسیار به صراحت دیده می شه. خداوند جل جلاله در همین طول مسیری که ما و چشم خود مشاهده کردیم یا میبینیم یا فعلا در کشور ما جریان داره، خداوند موفقیت ها و سعادت مندی های زیادی را با مردم ما لطف کرده، ارزانی داشته در مقاطع زمانی. ولی متاسفانه یک تعداد مردم ما یا یک تعداد مسئولین یا کسایی که در رأس مملکت قرار داشتن، البته کلشان نه، تعدادشان، اینا خیانت کردن، اینا به نعمت های خداوند نگفتن. چنانچه در مکه مکرمه رفتن قسم خوردن که ما جنگ نمی کنیم، باز دوباره جنگ کردن. باز موضوع دیگر، چندی بار اینا تعهد کردن که ما جنگ نمی کنیم، جنگ کردن. زمانی که فرصت مهیا شد تا افغانستان یک افغانستان آزاد و مرفع باشه و افغانستان مبنی بر تامین عدالت و اقتصادی گپا باشه، فرصت برایشان مهیا شد، متاسفانه پولها را دزدی کردن، فرصت ها را ضایع ساختن و مبتنی به بی آیت قرآن زمشان تمام نعمت های خداوند را اینا ناسپاسی کردن، ناشکری کردن
و مشروعات بسیار زیق ساختن، امو است که کشور ما متاسفانه جور نمیشه، هر چیزی در اختیار ما قرار داشته میباشه و فرصت های زیادی را خداوند برای ما میسر ساخته، ولی ما متاسفانه به خاطر اینکه اینمی آیت قرآن عظیمشان کاملا در اینجا 100% صدق میکنه، ما وضعیت را به خود آوردیم یا وضعیت را به بالای خود مستولی ساختیم که از اعمال خود ماست. امروز قتلایی که شما متوجه می باشید، مسلمان کشی یا قتلی که برادر را میکشد، تاسیسات خراب میکنیم، دزدی میشه، اختلاس میشه و مال فقرا خورده میشه، بی‌عدالتی میشه، ظلم میشه، ناروا میشه، حمله میشه، هجوم میشه، اعتداء میشه. این تمام موضوعاتی است که ما خود ما سبب یا به اسلام خود ما باعث این موضوع هستیم. بنان تمام مشکلات را که ما میبینیم این نتیجه اعمال خود ماست و ما شما هر یکی به این موضوع تجربه کافی داریم. ما شما دیدیم، مشاهده کردیم که در افغانستان تمام فرصت ها مهیا بود که ما بتانیم افغانستان خود را از این مصیبت و از این انقلاب ایره آزاد سازیم و نجات بدیم و در افغانستان مرفه و افغانستان باهمی با تمام همو ضرورت هایی که انسان ضرورت داشته می باشه داشته باشیم، ولی ما این کار نکردیم. دیدیم که بسیاری تعداد از افراد یا تعداد از مسئولین پول ها را دزدی کردن، اختلاس کردن و در اون طرف هم به نام اسلام اونا قتل و قتال جریان داره، گویا که ما جهاد بکنیم، در هدفشان کلش قدرت است، هدفش سیاست است، هدفش پولدار شدن است، ولی به نام اسلام اون قتل ها ده ها هزار قتل فعلا جریان داره. و ما توفیق الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب.